داشتیم با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تهران. آقای آصفی، خب می‌بینیم که اعتراضات در آبادان همچنان ادامه داره، ولی اخبار این اعتراضات در رسانه‌های ایران پوشش داده نمیشه و جای اون غایبه. فکر می‌کنید که چرا تا این حد این حادثه فرو ریختن متروپول امنیتی شده؟ خب ببینید، این که در رسانه‌های حکومتی مطرح نمی‌کنن، انگار که یک امر عادیه، میخوان عادی سازی جلوه بدن و مسئله که جمهوری اسلامی هم با هیچ حضور خیابانی مردم سر سازش نداره و حضور خیابانی رو عادت بدی میداند که اگر فراگیر بشه دیگه نمیتونه به زعم خودشون کنترل بکنه و این سیاست خب سیاست اشتباه آمیزیه. مردمی که این حادثه رو با سینما رکس بعد 8 سال جنگ و یک بغض فروریخته‌ای هست، به جای همدردی، به جای اینکه همون روز اول عزای ملی اعلام بشه، گذاشتن جشن فرمانده رو گذاشتن، سلام فرمانده رو گذاشتن و با یه بی‌اعتنایی خوب مردم اذیت میشن، مردم به خشم میان مردم. ولی تا الان شما میبینید که خب بسیار متمدنانه و بسیار آرامش دارن، نه تخریبی کردن، نه جایی رو حمله کردن و متاسفانه باز نیروهای امنیتی سعی میکنن، حالا خوب مشکلی که مستقیم نکردن، ولی سعی میکنن مثلا با گاز اشک‌آور و با شلیک های هوایی مردم رو متفرق کنن. این کار بسیار غلطیه و مردم رو به شدت عصبانی تر میکنه. به قول جمهوری اسلامی هر حرکتی رو امنیتی فرض میکنه، این به هر حال در طبیعت نگاه امنیتیه که در ساختار حکومتی ایران هست. آقای آصفی، از سوی دیگه هم ما بیانیه هنرمندان و سینماگران رو داشتیم که در واقع از نیروی انتظامی خواسته خویشتنداری کنه و در واقع مردم رو سرکوب نکنه. فکر میکنید که این بیانیه چه تأثیری بتونه داشته باشه؟ به هر حال بی تأثیر که نیست، اینا نیروهای مرجع جامعه هستن، همینجوری که 530 خورده از نیروهای سیاسی و حقوق بشری، روزنامه‌نگار هم چندی پیش بیانیه‌ای در همین رابطه دادن و اینها به هر حال یه مکالمه هم با حکومت، یه مکالمه هم با جامعه مدنی و هم یه مکالمه که به هر حال با نیروهای سرکوبگری که میان تو خیابون، به هر حال بهشون اینها بی تأثیر نیستن. که چه دلیلی داره مردمی که آرام، مردمی که خشونت پرهیز میان تو خیابون اعتراض میکنن؟ آقا این چه سیاستیه که فقط باید زمان سرکوب و گاز اشک‌آور؟ حالا ما تا خوب بود در این دوره دیگه علی ظاهر کشته ای ندادن و علی ظاهر شلیک مستقیم به مردم نشده، ولی خب به هر حال سیاست کنترلی و رو به وحشت رو ایجاد میکنن. به هر حال جامعه عصبانی، این جامعه حق داره که نظام حکمرانی، نظام اقتصادی کشور بگونه یه که این خشم ها رو شعله بر میکنه و این مسئله اگر بخوان به همین شکل ادامه باشون بدن و برخورد بکنن، مردم رو جریتر میکنن و مصممتر میکنن که بیشتر در خیابان ها حضور پیدا بکنن. به هر حال مسئله این سرکوب سیستماتیک یک سرکوبیه که ظاهرا نمیخواد جمهوری اسلامی دل از این روش برداره. بله. اما خب این قطعا این جواب نمیده و قطعا این نظری که سینماگرا دادن به نظر من نظری میشه گفت معدل خرد ملی مردم ایرانی که داره مکالمه میکنه با حکومت و مکالمه میکنه با جامعه مدنی.